من میخواستم برگردم به تجربه انقلاب 57 که این اتفاق افتاد، ارتش اعلام بیطرفی کرد و میتونیم اون تجربه رو نگاه کنیم ببینیم چه عواملی موثر بود. خب یک علتشو دکتر ایزدی اشاره کرد، تعداد مشارکت کننده بالا که به صورت ممتد حضور داره. یعنی انقلاب 57 به جایی رسید که دستگاه سرکوب اساسا نتیجه گرفت که ما نمیتونیم دیگه جوابگو باشیم و یه سری حالا سربازا هم نمیرفتن سربازخونه یا فرار میکردن، حالا تعدادش شاید خیلی زیاد نبود، تعداد دقیقش مشخص نیست، ولی کلا این مهمه. یه علتش اینه، یه در واقع تاثیرش اینه که دستگاه سرکوب ببینه که دیگه اصلا جوابگو نیست، همه خیابونا پر است. تهران 12 میلیون جمعیت داره، من اگه نصفش هم بیاد بیرون من فکر نمی‌کنم نیروی سرکوبی بتونه جوابگو باشه. و هر بار هم اینم توجه داشته باشیم، هر بار که حکومت آدم میکشه این براش هزینه آور هستش، یعنی همچنان جمهوری اسلامی داره هزینه آبانو میپردازه و این باعث ریزش‌های بیشتر میشه. مثلا دیروز بود که یکی از این مستندسازای مرتبط با بیت رهبری رفته بود و کتک خورده بود و یه چیزایی نوشته بود و حالا یه مقداری نه کامل مسئله دار شده. یه چیزی هم که درباره جامعه ایران هست، این خانواده های جمهوری اسلامی اینا کاملا منفک نیستن. من فکر کنم توی این اتاق هر کدوم از ما فکر کنیم با چند تا واسطه برسیم به کسانی که توی دستگاه سرکوب هستن. وقتی تعداد مشارکت کننده زیاد بشه به معنای این هست که شبکه غیر رسمی و مشارکت کننده ها هم زیاده و احتمال این که شما به دستگاه سرکوب نزدیک تر بشی زیاده. ممکنه شما پسر یا دختر کسی رو که تو سپاه یا نیروی انتظامی ارتش باشه رو بشناسی و وقتی این در واقع ارتباطات غیر رسمی خانگی گسترش پیدا کنه خب اینا میتونه تأثیر بذاره. دومیش که باز تو انقلاب ایران ما داشتیم یه تاکتیک های هست در انگلیسی بهش میگن fraternizing، حالا میشه برادر و تاکتیک برادرانه، نمیدونم چه ترجمه خوبه، مثل اینکه میرفتن گل میذاشتن توی تفنگ سرباز. حالا من تو تاکتیک ها اگه خواستیم بیشتر صحبت میکنم. این در عین این حال بود که مقابله هم میشد با دستگاه سرکوب یه جاهایی، ولی این خب یکی از نکته های جالب انقلاب 57 است. یعنی یه جایی ممکن بود کوکتل مولوتوف بندازن و سنگ بزنن و چاق بزنن، ولی یه جای دیگه هم میرفتن گل میذاشتن توی تفنگ در واقع نیروهای ارتش. تو بهار عربی هم ممکن. مصر که اشاره شد، در مصر یه مقاله هم من نوشتم در این باره، خلاصش به فارسی هم هستش. در مصر حدود یک سوم تا یک چهارم کلانتری های پلیس رو در مصر سوزوندن، یعنی بخش خشونت آمیز شما نگیدیم، منتها مسلحانه نبود، همین درگیری هایی بود که ما تو ایران هم بود. در این حال گل هم میدادن و برای سربازای ارتش هم دست میزدن، سوت میزدن و سعی میکردن اینا رو به هم در واقع قانع کنن که بیان به سمت انقلابی. این هم خب این تاکتیک هم به هر حال بود تو انقلاب 57 و حالا تو مورد مصر هم که حالا یه تأثیرات داشته بود وجود داشته. سومین چیزی که تو انقلاب 57 بود مذاکراتی بود که نهایتا در ماهای آخر بین انقلابیون و ارتش بود، مثلا آقای مثلا سید محمد بهشتی و دیگران اینا صحبت کردن با فرماندهان ارتش و تضمین هایی دادن که البته متاسفانه این تضمین ها هیچ وقت عمل نکرد، یعنی در عرض یک هفته تضمین ها برگشت و همون کسایی که بهشون تضمین داده شده بودن دستگیر شدن و اعدام شدن. ولی حالا ما داریم بررسی میکنیم که چه تاکتیکایی تاثیر داشته. این مذاکره و تضمین هم مهم بوده، یعنی لزوما این که ما هی بگیم که ما اگه به قدرت برسیم پدرشون رو در میاریم و بیچاره میکنیم، این ممکنه از نظر عملگرایانه در واقع وافی به مقصود نباشه. این در واقع سه تا چیزی بود که من تو انقلاب 57 می‌دیدم.